همیشه بررسی و آغاز کیس ویزای پیدوی آمریکا. دوستای گرامی سلام، خیلی ها سوال دارن که پیدو با کجا رسید، چطور شد. اول میگیم که پیدو از داخل افغانستان امکانش نیست چون سفارت نیست و کسایی که ریفر شده حتما برشان یادواری شده به یک جای برسن که در اونجا سفارت دسترسی باشه. ولی اگر شما میخواین که معلومات بگیرین کار شما با کجا رسته، این ویدیو رو ببینید. در وبسایت به wraps.net.org سر SIV یا پیدو کلیک کنید. معلومات درباره SIV هم هست، عراقی و همچنین پیدوی افغانستانی هست. در اینجا ذکر شده instruction for US based media and US based NGO افغان رفرالز پیدو. سر از اگر کلیک کنید معلومات درباره پیدو هست. اینی صفحه دیگه باز میشه و در اینجا میگه که تا 31 جنوری اینی ایمیل آدرس فعال بود، usrap@afghanreferrals.co.uk فعال بود و بعد از 31 جنوری شما اگه به ایمیل آدرس تماس بگیرین دیگه ای نه جواب میده و نه رستگی میشه چون سر شلوغ شده و دیگه قابل استفاده نیست. اما راه حل دیگه ای هست. در اینجا واجدین شرایطش ذکر کرده، پیدور حتما شما میفهمین. ما هم ویدیو جور کردیم، میتونید از او مستفید شوید، معلومات رو ببینید. و راهنمای قسم گفت اگر شما قبلا با ایمیل آدرس usrap@afghanreferrals.co.uk در ارتباط بودین تا 31 جنوری را درست است، جواب داده میشه، رستگی میشه. بعد از 31 جنوری که فبروری باشد دیگه ایمیل آدرس حالا هم اگر شما روان کنید دیگه جواب نمیده. و اگر فکر میکنید که شما ریفر شدین باید این فرم خانه پوری بکنید. خدای من این چرا دو سفر رفت نرا. خب میگه باید فرم خانه پوری بکنید و اگر قبلا ریفر شدین شاید توسط این ایمیل آدرس بر شما راهنمایی آمده باشه، noreply@wraps.net.org، یا توسط از ایمیل بر شما راهنمایی آمده که چیکار بکنید چیکار نکنید شما ریفر شدین، یا توسط ایمیل آدرس usrappro@servicenow.com توسط از ایمیل آدرس برای شما راهنمایی آمده که شما چی بکنید چی نکنید و با کجا راجع شد. و اگر هنوز ریفر نشدین حتما با رئیس خود تماس بگیرید تا اینکه رئیس شما یا سوپروایزر شما باز تماس بگیره. رئیس سوپروایزر شما دیگه به ایمیل آدرس روان نمیکنه معلومات، اونا خودشان میفهمن. مشخصا به این صفحه کلیک میکنه، یک فرم هست توسط گوگل اونجا مشخصات خود رئیس شما شامل سیستم میسازه، در صورتی که واجد شرایط بود شما رو ریفر میکنه. خب حرف ما سر ازی هست که شما ریفر شدین و حالا میخواین که کار شما به کجا رسته. سر ازی دس فرم کلیک کنید، این یک صفحه باز میشه. شما میتونید در اینجا معلومات خود شامل سیستم بیست US Refugee Admission Program US Based NGO Media P2 Referral Submission. میگه که اگر شما فکر میکنید که قبلا ریفر شدین، رئیس شما شما راجع کرده در این ایمیل آدرس و او هم قبل از 31 جنوری بوده، پس مگه شما این فرم خانه پوری کنید تا اینکه معلومات دیگه ای که لازم هست، اقدامات بعدی لازم هست برای شما روان بکنیم. در قدم اول شما ایمیل آدرس خود نوشته میکنید، هر ایمیل آدرسی که دارین ایمیل آدرسی رئیس خود نوشته میکنید. مگه که What is the email address of the senior most American employee of your organization who emailed referral to any email address. اما ایمیل آدرس رئیس شما چی هست که بین ایمیل آدرس و ما شما را ریفر کرده بود. شما ایمیل آدرس رئیس خود نوشته کنید alexboss@mail.com، حالا هرچی که بوده. ادامه میگه که نام همه رئیس شما چی بود. شما نام رئیس خود الکس باس نوشته میکنید یا هرچی که بود شما نوشته میکنید، ایمیل آدرسش هم در اینجا نوشته شده. میگه عنوان وظیفه رئیس شما چی بوده، یا سپروایزر شما بوده یا HR منیجر شما بوده، هرچی که بوده شما در اینجا نوشته بکنید. What is the email address of anyone the senior most American employee CC'd in their email to us. این حال میگه ایمیل آدرس همو متقاضی افغانستانی کدام هست که در بخش CC ذکر کرده بود. مثلا وقتی که شما به کسی ایمیل میکنید یکی هست در بخش تو میشه، این گرینده اصلی هست و اما یک بخش CC هست. مثلا این بود بخش تو و این بخش CC در واقع کپی هست. مثلا میگین که این نفر دومی، شما در این قسمت CC گرفته شدین. میگه اما ایمیل آدرسی که شما CC گرفته شده بدین و شما دریافت کردین ایمیل آدرس شما چی بوده، این رو نوشته کنید.
afghanemail@mail.com ایمیل خود در اینجا نوشته کن. البته این الزامی نیست و تعداد ریفر را که رئیس شما کرده میفهمین خوب، اگر نمیفهمین خیر. در کدام تاریخ شما ریفر شده، اگر داشتین در اینجا ماه رو سال نوشته کنید. و if you're in جو provide your employer identification number، اگر که identification نمبری کارفرمای خود شما داشتین یا یک نمبری که اما رئیس شما را مشخص بکنه یا آیدی از او باشه، اگر در اینجا داشته باشه نوشته کنید خوب میشه، ولی اگر نداشته الزامی نیست. در آخر سابمیت میزنید، ایمیل شما ارسال میشه، نام شما، مشخصات شما اگر دقیق بود در شمالی سیستمشان بود، برای شما ایمیل راهنمایی های بعدی میه. این سفره، این موضوع را جدی بگیرین و حتما این را خانه پوری کنید. ایمیل آدرس خود نوشته کنید، ایمیل آدرس رئیس خود نوشته کنید که شما را معرفی کرده بود، نام رئیس شما چی بود، عنوان وظیفه رئیس شما چی بود و در کدام ایمیل آدرس سی سی گرفته شده بودین شما، ایمیل آدرس شما چی بود و همچنان در کدام تاریخ شما ریفر شدین و آیدی نمبر رئیس خود یا اداره خود اگر دارین نوشته کنید و ایر سبمیت بزنید. برای شما معلومات درباره پیدو میه که آیا شما شامل سیستم هستید یا نیستید، آیا شما واجد شرایط هستین و چی قدم های بعدی را انجام بدهید. در هر جایی که هستید سلامت باشید و سربلند.